سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. در این برنامه کتاب باز میزبان یک پزشک متخصص، یک منتقد، یک نویسنده و یک بازیگره. البته همه اینها یک نفرن. مهمون این برنامه من مال نسلیه که یاد گرفتن جامع الاطراف باشن. یه قهرمانایی هم داریم که رکورد ملی ما رو ارتقا میدن، ولی نه وزنه‌های سنگین چند صد کیلویی بالای سر بردن، نه از پس حریفای چغر بد بدن برمی. نه فقط توی برنامه‌های ورزشی که هیچ جای دیگه هم نام و نشونی ازشون نیست. اونا کسایی هستن که بین کاراشون وقتایی رو خالی میکنن، توی مترو پشت میز کتابی رو دست میگیرن و پیوسته و خستگی ناپذیر میخونن، ساعت‌ها میخونن و سرانه مطالعه ما رو اونان که بالا میبرن. کسایی که در روز چندین ساعت مطالعه میکنن به تنهایی جور هزاران نفر از مایی رو میکشن که خودمون از کتاب محروم کردیم. این برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به اونایی که بیش از 4 ساعت در روز کتاب میخونن. تقدیم به آنها که بیش از 4 ساعت در روز میخوانند، به حماس آفرینان خاموش. امضا کتاب باز. آی دکتر امید روحانی، به کتاب باز خوش اومدید. خیلی ممنون. شما پزشک هستین، تخصص بیهوشی یا هوشبری کدوم درسته؟ مرسوم شده است میگن هوشبری. هوشبری یا همون بیهوشی رو دارین. فیلم بین حرفه‌ای هستید، کتاب خون حرفه‌ای هستید، نقد فیلم میکنید، در حوزه کتاب مطلب مینویسید، همه نمایش ها رو تا جایی که میشه میبینید و درباره شون اصلا تو روزنامه میدونم که صفحه دارید. بله. گالری های نقاشی رو میرین، هنرهای تجسمی، مجسمه، نمیدونم، چیدمان ها رو میرین میبینین و درباره شون صحبت میکنید و نقد میکنید. فیلم کوتاه ها رو داورید، جزبه نمیدونم انتخاب کننده ها هستین، میبینین. فیلم های مستند رو میبینین، خیلی وقت داوری میکنین، نقد مینویسین. اون وقت کی میخوابین؟ والا اینطور که شما شمردین من هر کدومش اشتباه گفتم. نه خیلی از زندگی، نه کم گفتین، خیلی از زندگی نومید شدم. من که همیشه فهم میکردم من سه تا عیب دارم، همه یه عیب دارم، من فکر من سه تا عیب دارم. الان اینطور که شما شمردین 10-12 شد. عیباتون چی هست؟ همه فکر میکنن، ببینید هر کسی در زندگی به حال عیب داره دیگه. مقاله اون فیلم بیلی وایلدر بعد زیاد داغش دوست داره. هر کسی عیبی داره دیگه، هیچ آدمی کامل نیست، کمال نزد ذات پروردگار. ولی به حال من فکر میکنم که خب یه پزشکم، یه عیب، منتقدم، عیب دوم، بازیگرم، عیب سوم. توی شما شما بودین خیلی مفصل شد. من کم میخوابم، خیلی. چند ساعت میخوابی؟ من معمولاً دیر میخوابم، ولی صبح زود ساعت 4-4:30 من بیدارم. یه بار دیگه، یه بار دیگه. نه یه اصلا اوضاع خراب شد. دیر میخوابین به جایش زود بیدار میشین؟ دست خودم نیست، 4 بیدار میشم. 4-4:30 معمولاً بیدار میشم. بعد من میدونم که شما تو 2 بیمارستان بله. عملهای جراحی رو مریض ها رو بیهوش میکنین. دیر خوابیدین، زودم بیدار میشین، مریض هم میرین بیهوش میکنین، همه چی سر جاشه. تا این لحظه اتفاق ناگواری. ببین واقعیت این که خواب مثل هر چیز دیگه میتونی یک کمیشو به عادت مربوط، یعنی میتوانی بدن تو عادت بدی به اینکه یک میزان خواب جبران کنه خستگی رو. دو، خواب 2 مرحله داره. یه مرحله عمیق داره، یه مرحله هنوز عمیق نشده. پزشکا بهش میگن رم و نان رم. رم یعنی مرحله خواب خفیف.
محل اول خوابه که این هیچ کمکی به رفع خستگیت نمیکنه. پس خواب باید عمیق باشه تو کنه. محلی خواب عمیق نان‌رم محلی است که خستگی شما رو رفع میکنه. اون دو ساعت برای من کافیه. تجربه 40 سال است. میگم شما تازه کلی گفتگو میکنین. پرونده برای مبارزه. تو رو خدا تعداد چیز زیادتر نکنه. آخه یادم اومد. بعد کلی مینویسین. خود نوشتن. الان به شدت. چون فکر کردم دارم میمیرم. و اگر حاصل... یعنی چیز برای چی خدا نکنه؟ حالا سن سال دوشن ضرورت شناسنامه است. انشالله تا بگه 25 سال آینده. ولی اون چی که هست این که فکر کردم زندگی فرهنگیم باید بار بده. مال همه بار داد. و حالا باید همه این فعالیت ها رو جمع کنم و سرانجامی برسونم. برای همین الان به شدت دارم می نویسم. چرا خوب. کاش یه موقعی خاطراتتون هم می نوشتید. درست فکر کردین؟ خدا تو چند بار به من گفته بود. آره. یک دوبارم آره. اقدام کردی. خب این کار پسرم داره انجام میده. حافظ. حافظ. هم به شکل تصویری و هم انشاءالله به شکل صوتی خیلی مفصله. من تقریبا با اکثر دستندرکاران فرهنگ و هنر از متولدین 1300 بگیر تا جوانهای امروزی دهه 80 یا میشناسم یا کاراشون دیدم یا خوندم. آره دوست بودین رفیق بودیم بودم. من با اکثر رفیق گرمابه و گلستان در بسیار از حیطه ها ادبیات تلوانه های تجسمی، شعر، سینما، همه یه جورهایی یا کار کردم یا آشنا بودم یا باشون گفتگو کردم یا به هر شکل باشون هشت و نشت داشتم. مثلا من هیچ وقت دارم من بیشی از افتخارات همی که من در افتتاح تئاتر زنگلج 1344 اون ده شب همه تئاتر دیدم و یادمه. حافظه مکباری دارم که خوشبختانه به رغم نزدیک شدن یک رگه های از آلزایمر دست کم اونا رو هنوز فرا نگرفته. روزی چقدر کتاب میخونید؟ اصلا من زندگیم اگه همین رو که شما برشمردین یک نکته رو ثابت میکنم که فقط از طریق بی‌نظمی مطلق زندگی میکنم. کتاب اصلا روزانه نیست. یه روزایی وقت میکنم بیشتر میخوانم. مواردی که توی دارم از محل به کارم میرم یا از محل کارم برمیگردم چون من اتومبیل ندارم. بنابراین یا دارم با بی‌آرتی میرم یا با مترو که مترو خیلی خوبه چون به وقت میده. به خصوص اگه اول خط سوار شی جای نشستن باشه میتونی بخونی. یا تو بی‌آرتی هم همینطور. پس کتاب همراه خودتون دارید؟ همیشه توی کیف من دو تا سه تا کتاب در زمین‌های مختلف است. من کیف خیلی عظیم دارم که حتی به خاطر دیسکم نباید اونو به کولم بندازم ولی همیشه تو اون دو تا کتاب دارم. الان دارم یه کاری مثلا انجام میدم که خب اکثر کتاب ها در واقع الان دارم منظم و نظاممند کتاب میخونم. قدیما نه همه چی میخوندم. الان خود نظاممندش کردم به این دلیل که بخشی از کاری که دارم میکنم وابسته به این نظمه. الان دارین تو چه حوزه‌ای منظم و نظاممند کتاب؟ الان میگم من یک کاری که الان دارم میکنم من چند وقت پیش به این فکر افتادم که خب این همه چیز خوندم. حالا در پایان این همه چیز خواندن آشفته از همه چیز خواندن برگردم و کلاسیک ها رو دوباره بخونم. خب تقسیم بندی کردم کلاسیک ها یعنی چی؟ خب در زمینه موسیقی خب یه آدم شروع میکنه مثلا از ویوالدی از باخ اول مثلا پرلودای باخ بعد مثلا فوگ ها بعد مثلا آثار پیانو آثار ارگ اینجوری اینا رو دارین گوش میکنید مثلا. هنوز شروع نکردم این تیکه رو. میشه خوشبختانه و مدد ایستگاه های رادیویی گاهی فرصت دست میده و تلویزیونی که ببینی اینا رو هم و هم بشنوی. سینما اینقدر من دو سه بار تاریخ سینما رو دیدم که هنوز خیلی اینا عقب انداختم. من از این ادبیات اروپا این کار کردم. گفتم که اول ادبیات اروپا. خب. رفتم سراغ ادبیات انگلیس جین آستین رو تموم کردم. نظام من خوندم و الان رفتم سراغ خواهر با ترجمه رضا رضایی. رضا رضایی. الان رفتم سراغ برونته ها. باز با ترجمه رضا رضایی. که بسیار ترجمه های معروف درجه یک. توی فرانسه فکر کردم که حوصله این که از اول شروع کنم و مثلا بخوام از پاردایان ها و قرش طوفان و دوما هجیمه بود. البته امریکا رو گوشم آخر چون نزدیک‌تره بهم خونده بودم اکثرا. ولی در مورد ایران کار عجیب کرد. فکر کردم خصوصا کنم در مورد ایران چیکار کنم. یه ذره صبر کن من الان بذارین یه نفسی بکشم. ناراحت شدم اصلا.
نه نخواستم تو ناراحتم. حالا بزنین ادبیات ایران میگم چون آخرین باری که ما سریا صحنه با هم بودیم تو داشتی رودکی میخوندی. بله. و من کیف کردم. تو این کتاب داشتی میخوندی و برای ما هم میخوندی. با هم تئاتر کار میکردیم. بله. و تو هر شب قبل از اینکه بریم سر صحنه یکی از شعرهای رودکی رو برام میخوندی و به به و چهچه میکردی. فکر کردم برم کتاب ذبیح الله صفا رو بزنم از اول شروع کنم. دیدم نه کار کارستانه نمیشه. فکر کردم اصلا برم از اول حافظ بخونم. فکر کردم که آیا غزلیات رو بکنم بخونم. دیدم که خب این فایده نداره. رفتم شهر سعودی گرفتم و حافظ نامه و تمام نوشته های استاد درخشان و عالی قد و که ما همه مدیونشیم و خرم شاهی گرفتم. استاد بهادین خرم. استاد بهادین خرم. بعد ولی یک کتاب آقای خرمشاهی داری دبر حافظ اونو خوندم و اصلا حیرت کردم کتاب درخشانه درجه یک خب اونو تموم کردم حالا غزلیات رو باز کردم با شرح سعودی با حافظ نامه بیت بیت برم جلو ببینم غزل به غزل و بله یه بار درک کنم من باید الان یه نفس عمیقی بکشم و بگم که آقای دکتر روحانی توی دو تا بیمارستان اکثر روزهای هفته نه نه فقط دو روز در هفته دو روز در هفته بقیه روزها جاهای دیگه هستم که دارن مریضهایی رو که جراحی میشن بیهوش میکنن فکر نمیکنم تئاتر و نمایشی باشه که دیدنی باشه یا یه ذره دیدنی باشه و نبینن سعی میکنم همه رو ببینم فیلمی رو فکر میکنم نباشه که اکرام بشه و از دست بدین نمایشگاه و گالری فکر نکنم باشه دو روز در هفته راند گالری دارم من. و این همه هم دارن کتاب میخونن میشه پس اینجوری کتاب خوند مرگ بار دیگه خودکشانه اهمیت کلاسیک ها چیه های دکتر راند کتاب کالویندو رو بله خب. چرا باید کلاسیک اون داره میگه ایتال کالویندو داره میگه ببینید کلاسیک ها واقعتش این که من دیگه کم پیفه میکنم که این بحث های دیگه بحث های چیزی ببینید زمان هرچی داریم در جهان بیشتر پیش میریم متاسفانه اتفاق همه جهان هم داره میفته جهان داره یونیفرم تو یک شکل در میشه داره زرد میشه به نظرم هم میاد که این وسایل ارتباط جمعی همین شبکه های اجتماعی که شما عاشقشید اینا جهان رو داره زرد میکنه همه مردم داره یک شکل میکنه در واقع من یکی از چیزایی که به شدت اعصابم خورد میکنه پریشب تو آت بودم خوب. یک آقایی کنار دست من نشسته بود و تمام مدت این موبایل جلوش اول شروع کرد 3 دقیقه یه بار اینا رو هی بالا پایین دادن بعد کم کم شد 2 دقیقه یه بار 1 دقیقه یه بار من وسطی پرسیدم آقا ببخشید من دوست عزیزم پسرم شما در ساواک کار می‌کنید در ساواما کار می‌کنید در سازمان امنیتی کار می‌کنید گفت خیر گفتم عضو سیایی هستین گفت خیر گفتم در بورس بین الملل مشغولی کنه جزء دولتین جزء دولت ترامپین آقا یه دقیقه بس کلاس تئاترمون رو ببینیم یعنی اصلا ببینید خود این وسیله که شما الان همه دوستان رو پشت دارن میبینن میدونین الان من تلفن همراه هم کجاست و البته تو جیبتون باشه یه گوشه گذاشتین و ناراحتی که بعد تو اینو ببینید اینجا رو ببین بذارین ببینم بله اینا هاش این پشت دیدین گذاشتم دم ولی باش کاری نکردم فعلا بعدم بعد مجبوری همه رو نگاه کنید دیگه بفرمایید که چای یا دمنوش می‌خوری چای دمنوش یعنی اون گیاه بله بله هر کدوم که شما فکر هر کدوم شما دوست هر کدوم من انتخاب شما جدی انتخاب تو من میگم چای پس من میرم چای بیارم و دنباله بنشینیم و صبر پیش گیریم دنباله کار خیش گیریم نمیشه خب فکر کنم باید صحبت کنی؟ از این باید جواب بدم جملات زیر را کامل کنید من اگر نویسنده بودم یه کتاب در رابطه با فکر کنم فوتبال می‌نوشتم چون فوتبال دوست دارم بیشتر کتاب‌های اقتصادی می‌نوشتم متنی را همیشه می‌نوشتم که کسی که می‌خونه توجه داشته باشه بهش علاقه بهش پیدا کنه دیگه ولش نکنه از پول و شیوه‌های درآمدزایی می‌نوشتم آره تقلب بدید به
در این کتاب کتابی است که جذب کنه آدمو، بتونه بخونه اون کتابو تا آخر بره، خیلی خوبه. روش زندگی رو تغییر بده. به من راه همو نشون بده. شیوه ها و راهکارهای درآمدزایی. کتاب میتونه یه دریچه جدیدی به زندگی نشون بده. دوست باشد مثل دوست خوب. کسی که مثل من کاسبم، کسی نمیتونه بیاد در مغازم صبح تا شب بشینه، ولی کتاب میتونه سرمو گرم کنه. میتونه یه دوست خوب باشه. یه جمله تکراری. مثل یه مسیر رو تو زندگی داشته باشه. کنار هم داشته باشه. ولی خب خیلی هم میگه کتاب دوست دارم، ولی من میگم کتاب دوستمون نیست. کتاب راهنمای آدم. کسی که کتاب نمیخونه هیچ دوستی ندارد. یه انسانی که میخوره میخوابه و یه روزی هم خدافظی. فکر میکنم غذا نمیخوره. رابطه من با کتاب مثل رابطه واقعا اینو دورانی میگم که واقعا کتاب میخوندم. مثل رابطه با باجناقم. مثل رابطه ندارم باشه. خیلی کم دارم. بیشتر توی اینترنت و اینا. یه دوستیه که هر موقع بهش نیاز دارم میرم سراغش. دو تا دوست هست که یه طرف هست. تجربه میده. تنها خاطره من با کتاب زمانی بود که یه کتاب خریدم به پیشنهاد یکی از دوستام، 800 صفحه بود. تا 600 صفحهش بخونم 200 صفحهش هیچ وقت نخوندم. همیشه میخوام 200 صفحه رو بخونم، نشد. نمایشگاه کتاب برگزار میشد، با بچه‌ها همه میرفتیم کتابای دو تا پلاستیک زیاد کتاب می‌خریدیم، می‌ذاشتیم تو تاکسی می‌بردیم خونه. درس می‌خوندم دوران تحصیل. کتاب دوستیه که معرفتش رو بهت ثابت می‌کنه از قبل که میاد، یعنی از قبل اون یه طرفه است، اون همه چیو بهت میده، یه دوست با معرفت. میتواند به تو تجربه بدهد. همتا نداره. نمیتونی جایی گزین براش انتخاب کنی. سهم من در سرانه مطالعه کشورم. سهم من در سرانه مطالعه کشورم. یه دونه سوالو فکر نمیکنم. حالا اشکالی نداشته باشه جواب ندم. سهم من در سرانه مطالعه کشورم حذف کنید خواهشاً. نمیدونم سرانه مطالعه کشور چجوری حساب میکنن. اگر اینترنت و فضای مجازی و نمیدونم کتابایی که تو فضای مجازی هست حساب بشه، شاید 2% بشه، شاید هم خیلی کم. خیلی میخونم تو فضای مجازی، خیلی چیزا رو میخونم. خیلی کم. دوست داشتم بیشتر داشته باشم این سهم رو. اونم که جواب دادم بده. ای دکتر، این که میگن توی ادب فارسی داریم از دیدن آن صحنه هوش از سر به در کرد، هوش از سرش به در شد، یعنی چی هوش از سر؟ راست میگن. چجوریه قضیه؟ من یه کشفی موقع خوندن مادام بوواری کردم که هوش از سر هم پرید. چون شما متخصص هوشبری هستین، برامو بگین چی قضیه. من داشتم یک شبی بود، بعد از اینکه خانه خلوت شد سر یک و دو داشتم مادام بوواری میخوندم. بله. یک جایی فصلی تو مادام بوواری هستش که یک جشن برای دادن جوایز کشاورزیه. خب. و فلوبر داره تعریف میکنه، اول فضا رو تعریف میکنه، میدون رو میگه، شهرداریه، یک میدان وجود داره، میزا رو چیدن، شهردار میاد و مقامات محلی میاند و اون گوشو هم اما بوواری و اون مرد نشستند و اون مرد داره میکوشه که دلبری کنه، دل اما بابایی رو به دست بیاره. خب ناگهان نیمه شب کشف کردم که فلوبر تقطیع سینمایی داره، کات دسته که داره از نمای عمومی میدون رو تعریف میکنه، کات سخنگو داره، سخنران داره سخنرانی میکنه، کات موریس داره دستشو نزدیک میکنه به اما بابایی. بدوین اوش از سرم پرید. حالا یه چیزی که میگن من شنیدم، اصلا برای من خوندن، که فردوسی هم خیلی جاها تقطیع سینمایی داره. بله. فردوسی یعنی با یک لانگ شات شعرش رو شروع میکنه، بعد همینجور انگار اندازه نما رو میبنده، میرسه به جزئیات، بعد دوباره میزنه به... اگه فردوسی همون کار رو میکنه که حالا من تو فلوبر تقطیع سینمایی معاصر رو کشف کردم، ولی فردوسی بزرگوار همین کار کنه. اول شعر عمومی میده، یعنی مستر شات میده، نمای عمومی، شعر عمومی میده، بعد نزدیک میشه مدیوم، کلاسیک مدیوم ها رو میده.
بعد وقتی نورده تن به تن مثلا سهراب است و رستم، خب مجبوره بره جلو، بره تو نماهای جلوتر. بله این کارو فردوسی هم توش هست، منتها انقدر تو مرتب اینطور تختیعی نیستش، یعنی خیلی کلاسیکه ولی اینطور تختیعی که تدوین فعلی سینمایی هست نیست. تو در فلوبر اینو کشف کردیم که تدوین واقعی سینماست، یعنی یه نمای لانگ قطع، یه مدیوم قطع، یه دونه کلوز برمیگرده و خب این تبدیل کردن به یک مقاله که در همین ماه آینده انشالله در یکی از نشریات به چاپ خواهد رسید. این در واقع اصولا الان شما چه کارهایی دارین انجام میدین؟ من اولین کاری که بله خیلی من یک انبار دارم. خب من فریدون جیرانی مسئولیم به داشتن انبارهایی از کارهای انجام داده که هیچ وقت موفق نشیم اینها رو به چاپ برسونیم، اصلا جمع و جورشون کنیم. من دارم الان یک کاری که میکنم این که اون انبار کارها رو ریختم بیرون. من دوست ندارم کتاب سازی کنم برعکس بسیاری از دوستان، یعنی من اگه ترجمه اگه مصاحبه هام رو با فیلمسازان معاصر ایران چاپ کنم 5 جلد 10 جلد کتابه. من تو فکر کردم نه، برای کتاب یه دوره تو مجله فیلم خیلی مصاحبه تقریبا همیشه و فکر کردم نه این باید از اول درسته. اون تکه‌هایی از این مصاحبه که معلوم میتونه عنوان کتاب داره درست، ولی باید بقیه‌اش دوباره مصاحبه شه، دوباره انجام شه. و دوم فقط این کافی نیست، من بعد نظرات خودم هم بگم. گفتین دارین چیکار میکنین؟ خب من اولین کاری که دارم میکنم این که دارم ترجمه هام رو آماده میکنم که چاپ شه. ترجمه ها؟ ترجمه های متعددی دارم با فیلم ساز که ترجمه کردم با فیلم سازای جهان. الان دارم هاوارد هاکس رو آماده میکنم. چه عالی. و با هیچکاک دارم، با خیلی ها دارم. اینا بعد یا و من بعد از این دارم شروع میکنم کتاب هام رو به تدریج به سر و سامون رسیدن. بسیاره اگه بخوام واقعا بعد یک از این کارهامو ول کنم، یعنی یا بعد پزشکیمو ول کنم که وقت پیدا کنم، چون با این جور سبک نمیشه که تو همین کارا رو بخوای بکنی شب آخر شب از ساعت 8 شب بری ساعت تو. بالاخره مجبورم یکی از کارا رو قطع کنم که بتونم، وگرنه به همین کندیه. شما از چند سالگی خوندن کتاب رو شروع کردی؟ خیلی. من خیلی زود؟ لذت کتاب خوندن رو مدیون پدرم هستم. چجوری؟ بله. کتاب فروشی در... پدرها لطفاً لذت کتاب خوندن رو به بچه هاتون یاد بدید. بله ببخشید میفرمودید. کتاب فروشی در تهران در اوایل سال دهه 40 وجود داشت، مثل گوتنبرگ. تو خیلی من دوکری. پنجشنبه جمعه ها کتاب کیلویی میفروخت. پدر من سوار ماشین میکرد میرفتیم گوتنبرگ. ترازو وجود داشت، کتاب میکشید. چند کیلو کتاب میخریدیم؟ چند کیلو کتاب میخریدیم میومدیم. خب من قرش و طوفان، پاردیان ها، تمام الکساندر دوما، تمام اونها رو اون سالا خوندم. گیتا دختر کولی، آتیلا فرماندار فرمانده هون ها، از این چیزا. و البته خب گاهی هم چیز جدی بود، مثلا حالا یک گزیده از حافظ، از سعدی، از مولوی، همین سوال اون قرش طوفان نام جدیه. بله نه مقصودم این بود که منهای این ادبیات به اصطلاح مرسوم پاپولر، مردم پسند، کارهای دیگه ای هم وجود داشت. خب من از اون سالها شروع کردم به کتاب خواندن و بعد خیلی زود از 13 سالگی دیگه خودم شروع کردم به کتاب خریدن و کتاب خواندن. من میخوام لطف کنید و تو بخش بعدی از کتابایی که میخوندین و براتون خاطره ساز بود و تاثیرگذار یه ذره برام صحبت کنید. هیچ وقت اینطوری نبوده. اون سوالو نکن. چرا نپرسم؟ برای اینکه اینجوری نیست. من هیچ وقت به هیچ فیلم یا هیچ سینما اینجوری نگاه نکردم که مثلا یادم بمونه، خاطره داشته باشه. همه اینا بخشی از فرهنگ عمومی به برخی خیلی خوب. پس درباره یه دیگه سوال میکنم. چای رو بخش اون دیگه در بخش. بله. بعد از خوردن چای. بله دیگه.
آی دکتر، شما ارتباطتون با دنیای مجازی چطوره؟ که بیدید من موبایل ندارم. هنوز هم نداریم؟ پا نقطه پایان مقال. پرونده بسته شدم اینجا. من از تلگرام و اینستاگرام و اینا یه جورهایی نگم وحشت دارم، فقط نفرت دارم. چرا؟ یکی از دلایل زرد شدن جهان به نظر من موبایله، که از اینکه مردم کتاب نمیخونند. مردم داشتم گفتم قصه تئاتری که پریشب بودم، نیازش حس نمیکنی؟ اصلا. ببین چیز کامپیوتر اینا جای خود، ایمیل دارم و حالا خودم هم یکی باتون کار فوری داشته باشه و چیکار کنم؟ چرا من کسی با من کار فوری داشته باشه؟ اینو مهران مدیری هم از من پرسید، که من کار بعد از رو با تو کار داشتم چیکار کنم؟ کار بعد از رو با من چیکار داری؟ ببین من کشیک نمیدم دیگه، اصلا چه سن رفته بالا تو کار پزشکیم کشیک شب نمیدم، نمیکشم. برای کار من که تو بیمارستان تمام شه دیگه مستر هایدم، دوران دکتر جکیلیم تموم میشه، میشم مستر های. کسی با ما کاری نداره، کاری داره پیغام میده رو پیغام گیر. از این حالتی که همه مضطربن که آه واو فلانی رو پیدا نکنیم، از این من خیلی بدم میاد، لزومی نمیبینم. کاری نداریم که کسی با ما پیغام داره پیغام میده رو پیغام گیر. منم خودم موظف دونم به جواب بدم و حتما جواب میدم. و نوشته هاتون هم با دست می نویسین؟ بله بله، هنوز که هنوزه، به خاطر نمیتونم، مانیتور تمرکز بهم نمیده. هنوز گوتنبرگی هم، کاغذ و مداد و قلم و باید قلم رو کاغذ بیاد و خط بزنم و خوشم نمیاد پارو کنم به هیچ دیگه بنویسم. این آداب نوشتن به سبک همینگوی که پای خرگوش تو جیبش بود و چندین مداد تراشیده و یک دفترچه، همیشه هنوز من وابسته اون سنتم. پس الان یه سوال بعدی برام مطرح شد که فوتبال نگاه میکنین؟ میدونستم بالاخره نمیتونی از این سوال بگذری. به خودم میدونستم از این سوال نمیتونی بگذری. خیلی به خودت فشار آوردی. نه نه آخه یه ذره میدونم، ولی گفتم حالا بقیه هم بد نیست بدونم. اگر هیچ برنامه دیگه ای نداشته باشم، چون فوتبال ها معمولا ساعت 11 و ربع به بعد در شبکه 3 پخش میشه، اگر هیچ برنامه دیگه ای نداشته باشم و هیچ کار مهمی نباشه، شبکه دیگه چیز دیگه نشته باشه، سریالی در حال پخش توسط آی فیلم نباشه، اگر فیلم با اینا نباشه، 10 دقیقه آخره بارسلون رئال رو ممکنه ببینم. یا حالا مثلا بایرن رو، مثلا چه میدونم، منچستر یونایتد خراب شده دیگه. نه و ورزش هم میکنید؟ نه متاسفانه، مدت هاست این کار رو ترک کردم. البته هیچ وقت من ورزشکار نبودم، هیچ وقت ورزش دوست نبودم، هیچ وقت به طور جدی ورزش نکردم. در دوران دبیرستان چرا بسکتبال بازی میکردم، ولی ورزش رو فقط به خاطر این میکنم که کمر درد دارم، درد کمری میکنم. و برم دیگه یواش یواش برای آخر کار باوش که خیلی ناگفته زیاد مونده، بفهمین که عادت مطالعه خاصی دارید؟ یعنی نه موزیک باید باشه، نور خاصی نه باشه، نه اصلا صندلی خاصی اصلا. رو صندلی گاهی پشت میز میخونم، گاهی مبتکه میدم میخونم، گاهی همونجوری که دارم برنامه تلویزیون نگاه میکنم میخونم. خط میکشین تو کتاب؟ اصلا. از این اصلا دست بردن در داخل کتاب، هایلایت کردن، از این کارا به شدت بدم میاد. حتی کتابو تا نمیکنم. کتاب بعد اگه یه جاش بخواید یادتون بمونه، پس چی یه جمله براتون مهم دیگه باشد. از اون حد گذشته یادداشتش میکنم. من فیش برمی‌دارم. آها آها آها. تو خوده که کتاب قرض میدین به کسی؟ بیشتر قرض میکنم و پس نمیدم. همه دوستانی که منو میشناسن یه کتابایی بهم دادن و بعدم فکر کنم منم یه کتاب بهتون دادم. نه سر همون نمایشه فکر میکنم میخواستم اون رودکی رسد بگیرم، نه جدی گفتی دارم میخونم، ولی نمیدونم چرا پس از ذهن من میاد که یه کتابی بهتون دادم. شما استثنا نیست که حالا امشب شاید دوستایی باشه که من یه کتاب هاشون رو قرض کنم و پس ندم. آی دکتر خیلی ممنونم. ما تو این برنامه آرزومون اینه که مردم ایران روزی کتابخون ترین مردم جهان بشن. آرزوی خوبیه. آرزوی محال خوبیه. محال که نیست که. تقریبا محاله. میگن آرزوی محال محال نیست. آرزوی محال محاله. بی خودش عرضی شما رسوندن. اما که امید بالاخره اینم امیدواریه، میشه این امیدواری داشت. ولی به نظرم نه. چرا؟ این یه برنامه دیگه میخواد. پ
پس شما اگه شد یه بار دیگه بیاین برنامه ما. میشه فکر میکنم که اگه فرصتی برای دست بده بد نیست این قضیه صحبت کنیم، چون حالا من این اون بحث جدی جامعه شناسانه است، دلایل متعدد داره و تمام تحقیقاتی هم که در این مورد شده و تو مطبوعات من خوندم و به جایی هیچ کس نرسیده، سرانه مطالعه هر دم پایین تر خواهد اومد. اینو بذارید کنار، درست میشه یک کمی، یعنی سرانه مطالعه 10 دقیقه 2 دقیقه میشه 3 دقیقه، خودش یک گام به جلوست. ما اونجا یه تعدادی سردیس از بزرگان ادب فارسی بله توی که از برنامهاتون دیدم. بله بریم اونجا و هر کدوم رو خواستین شما انتخاب کنیم. بریم؟ بله. چیکار کنم آقا؟ هر کدوم از این سردیس‌ها رو که میخواین انتخاب کنید و به یادگار از ما بپذیرید. آقا اینا چه آدم های مهمی هن همه؟ بله بله منم برم دور بیارم. خیلی سخت انتخاب. به به عبید. ببین آقا یک کاری رو خواهیش ازت دارم. بله. انتخاب هر کار اینا سخته. بله. همش هم که نمیشه برد. بله. دو این اول میره خونه روی میزی میمونه یه مدتی، بعد کم کم میره پستو و انباری و یه روز من دست مستخدمی یا خود من میفته و میشکن و من نگرم. یکی از اون کتاب ها بده. یکی از اون کتاب ها اگر البته اکسسوار صحنه نیست هم میتونی. نه حتما من از برداشتن اینا معاف کنم، ناراحت میشم، من دارم میخواد مثلا عبید رو ببرم، خب من قدر عبید رو دوست دارم، ولی بعد این میره تو انباری و خاک میخوره. حالا میخواین من چون از ارادتمندان قدیمی شما هم عبید رو ببرین هم یکی از اون که نه واقعا اینا بعدا ناراحت میشم، ولی یه عکسی با هم بگیریم. بله 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 این من یاد پولارویدهای قدیم میدونم. بله دقیقاً درسته. بغل این همسن منه دست تو دارم میکنه. نه این جدیدشه. بری بابا. سه دو یک. به به شما اینو میخوایی تو بعدم ببری اونجا آویزون کنی؟ بله بله فکر کنم عکس خوبی هم بشه. حتما هر جایی که شما باشید قربون شما برم. حتما خوب میشه. آقای دکتر، آقای دکتر امید روحانی عزیز، از حضور شما در برنامه کتاب باز و صحبت‌های خیلی شیرین و دلنشینتون بی نهایت ممنونم. من خیلی ممنونم که من دعوت کردی. من یکی از خوشحالیم بود که در ساختمون پزشکان با هم بودیم. من این محبت رو داشتم که زیر کارگردانی شما باشم. امیدوارم این اتفاقی بار دیگه بیفته. تو اون وش سومی که تو امشب از من نپرسیدی و من خیلی جلو خودت فشار وارد کردی که از اون وش سوم عیب سوم نپرسی. انشاءالله توی یکی از این فیلم‌های آینده هست. حتما. آره ما درباره بازیگری شما کمتر صحبت کردیم که خود اون یه دونه برنامه دوباره می‌خواد. عکس داری میاد آقا. بله عکس اومد و چه عکس مثل همه عکسایی که اونجا چسبوندی خود دمرزی ما همه نصف نیمه. آیا تو می‌دونید اشکال چیه؟ خیلی هم سخته برای اینکه دوربین دست منه و به این ترتیب من یه ذره آخه همه اونا همین خاصیت مشترک رو دارن. چیکار کنم اینه وقتی که دوربینو من اینجوری گرفتم چیکار کنم؟ به نظرتون یه راه حلی به من بدید؟ بعد از این همه عکسی که من میبینم اینجا گرفتی این کارو بعد یاد میگرفتی؟ ببینید من بعد یه دستی بگیرم ولی یه دستی برام سخته. باید اب نداره تو صاحب من رو میگم و بعد عزیز قضاوت بفهم این عکس بدی نیست این عکس، ولی خب این تمام روخ منیم. اب نداره. خیلی متشکرم. تو صاحب برنامه ای. ممنونم و خدا نگهدار شما.